يقتل برشلونة في برشلونة. بيلينغهام يسجل ثنائية. بيلينغهام يطيح بجافي. بيلينغهام يمنح الريال الفوز في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة. هذا هو الريال بسبعة وثمانية. جود بیلینگام با بازی درخشانی که داره توی رئال مادرید انجام میده از مرز یک ستاره نزول عبور کرده و داره راه تبدیل شدن به یک ابرستاره رو طی میکنه. خیلی ها بهش لقب الماس رو دادن که واقعا هم برازندشه. اون به طور میانگین داره در هر بازی رئال مادرید گلزنی میکنه که این آمار برای یک هافبک بی نظیره. همین مورد ما رو به فکر فرو برد که راز پشت این نمایش فوق‌العاده چیه؟ در جواب این سوال باید بگم که توانایی اون در گلزنی به ترکیبی از عوامل فنی و روانی برمیگرده که در ادامه این ویدیو به تحلیل یکی یکی این عوامل میپردازیم و در آخر این ویدیو هم راجع به سبک تمرینات جود صحبت میکنیم. پس پیشنهاد میکنم تا آخر همراه ما باشید. یکی از مهمترین رازهای گلزنی جود بیلینگام حفظ آرامشش در مقابل دروازه است. حتی در موقعیت‌های پرفشار جود آرامشش رو حفظ می‌کنه و با دقت به جای قدرت به توپ ضربه می‌زنه. این آرامش و خونسردی و حتی میشه در خوشحالی‌های بعد گلش هم دید. حتما توی یک ویدیوی جدا راجع به راه‌هایی که می‌تونید توی زمین آرامشتون رو حفظ کنید صحبت می‌کنیم. بیلینگهام استعداد خاصی در قرار گرفتن درست در زمان مناسب و جای مناسب داره. اون با خوندن بازی و حرکت بین خطوط دفاعی تیم حریف خودش رو در موقعیت گلزنی قرار میده. اما با هم بریم ببینیم این کار رو چجوری انجام میده. همونطور که اینجا میبینیم جود با توپ حرکت میکنه و پاس یکو میده. برای دریافت پاس دو میره در بین مدافعین قرار میگیره. همونطور که میبینیم هیچکی دور و برش نیست و تک و تنهاست. خب حالا یکم برگردیم عقب. میبینیم تموم بازیکن‌ها نگاهشون به توپه. هیچکی هم حواسش به شماره 5 رئال نیست. کاری که بیلینگهام انجام میده اینه که با حرکت در عمق دفاعی حریف میتونه خیلی راحت از لایه‌های دفاعی بگذره و خودش رو توی موقعیت گلزنی قرار بده. مسئله اینجاست که یارگیری نفر به نفر معمولاً برای هافبک‌ها انجام نمیشه و شما با انجام این حرکت میتونید خودتون رو در موقعیت مناسب گلزنی قرار بدید. پس حرکت بین خطوط دفاعی تیم حریف رو فراموش نکنید. یکی دیگه از توانایی‌های این بازیکن انگلیسی استفاده ماهرانه از هر دو پاشه. اون با این مهارت میتونه از زوایای مختلف به دروازه حریف شوت بزنه و مدافعین و دروازه‌بان رو سورپرایز کنه. ما توی کانال تلگراممون تمریناتی رو برای تقویت پای غیر تخصصیتون قرار دادیم که میتونید بعد از دیدن این ویدیو برید اونجا و ازشون استفاده کنید. لینک کانال توی دیسکریپشن هست. اگه تا اینجا این ویدیو هم رسیدید همین الان یه مکس کوتاه کنید و این ویدیو رو لایک کنید. جود بیلینگهام با صرف ساعت‌ها تمرین در زمین توانایی خودش رو در زدن شوت‌های دقیق افزایش داده. اغلب تمرینات اون روی شوت زنی و کنترل توپ تمرکز داره تا در موقعیت‌های گلزنی بتونه با دقت تمام ضربه‌اش رو بزنه. راز دیگه موفقیت بیلینگهام در زمینه گلزنی قدرت حمله توپ و سرعتشه. همونطور که قبلا توی این ویدیو گفتیم یکی از مهارت‌های ویژه این بازیکن انگلیسی قدرت حمله توپه. این کار رو با سرعت فوق‌العاده و قدرت بدنی خوبش انجام میده. یکی از تمریناتی که باعث تقویت قدرت حمله توپتون میشه همین تمرینیه که الان با هم میبینیم. خب توی این تمرین چند تا مانع میبینیم که به شکلی که توی ویدیو توضیح داده شده میتونید اونا رو بچینید. از یک سمت هم شروع کنید و به اولین مانعی که رسیدید توپ رو به پاتون بچسبونید و دور مانع بچرخونید. بعدش هم با پای دیگه به توپ یه تقه بزنید و همین حرکت رو با پای مخالف انجام بدید. این تمرین هم باعث میشه قدرت حمله توپتون افزایش پیدا کنه هم پای غیر تخصصیتون تقویت بشه. آگاهی تاکتیکی بیلینگهام باعث شده که در سیستم‌های مختلف بازی و پست‌های متنوع بتونه عملکرد خوبی داشته باشه. اصلا یکی از عواملی که باعث شده از روز اول در رئال مادرید بتونه بدرخشه و خودش باشه همین مورده. فهم اون از استراتژی‌های بازی بسیار قویه و از این درک برای قرار گرفتن در موقعیت‌های گلزنی بهره می‌گیره.
حالا این درک چطور به وجود میاد؟ یکی از راهاش دیدن آنالیز بازی بازیکنهای مختلفه که ببینید از نظر تاکتیکی چطور در تیمشون عمل میکنن که باعث درخشششون در تیمشون میشه. ما توی کانال پلی ایران راجع به آنالیز سوپر استارهای دنیای فوتبال ویدیوهایی گذاشتیم که با مراجعه به اونا میتونید ازشون استفاده کنید. و اما عاملی که موفقیت‌های بیلینگامو تثبیت کرده اعتماد به نفس اعجاب انگیزشه. اعتماد به نفس بالای جود در زمان رویارویی با دروازه اونو تبدیل به یک خطر دائمی برای دروازه‌بانا کرده. اون از هر فرصتی برای گلزنی استفاده میکنه و نمیترسه در موقعیت‌های حساس شوت بزنه. یکی از مثال‌های خوب این موضوع بازی ال کلاسیکو بود که تیم شکیش از بارسلون عقب بود و به مشکل خورده بود. اون تونست با یک شوت ناگهانی بازی رو برای رئال در بیاره و در آخر هم تیمش با پیروزی از زمین بیرون رفت. این اعتماد به نفس بی‌نظیر جود بود که باعث شد اینطوری در اولین ال کلاسیکوی خودش بدرخشه. خب اینا مواردی بودن که بلینگام با استفاده از اونا میتونه توی زمین بدرخشه. اما ما به عنوان یک فوتبالیست چه فاکتورایی در خودمون تقویت کنیم تا بتونیم مثل جود عملکرد خوبی در زمین داشته باشیم؟ اولین مورد تمرینات فیتنس و بدنسازیه. بدنسازی و حفظ آمادگی جسمانی نه تنها سرعت و قدرت شما رو افزایش میده، بلکه بر توانایی نگه داشتن تمرکز و تصمیم گیری های سریع در طی بازی هم تأثیر گذاره. دومین مورد تمرینات فردیه که شامل تمرینات شوتزنی و دریبلینگ و کنترل توپه. البته اینم در نظر داشته باشید که این تمرینات رو با هر دو پاتون انجام بدید. اینم باید بدونید که گلزنی فقط مربوط به توانایی فردی نیست و درک نقش بازیکنهای دیگه و ساختن یک هماهنگی برای ایجاد موقعیت‌های گلزنی توی زمین حائز اهمیته. و مورد آخر هم این که همیشه آماده یادگیری و بهبود باشید و از اشتباه خودتون توی زمین به عنوان فرصتی برای رشد استفاده کنید. کلن پیشرفت توی فوتبال به صورت پله پله شکل میگیره. واسه خودتون اهداف قابل اندازه‌گیری در نظر بگیرید. اما این اهداف قابل اندازه‌گیری یعنی چی؟ بذارید با یک مثال توضیح بدم. فرض کنید امروز تمرین چابکی دارید و 5 دقیقه بدون خستگی میتونید بدوید. همین تمرین رو هفته بعدی انجام میدید و این رقم به 7 دقیقه میرسه. این باعث میشه پیشرفت خودتون رو ببینید و برای ادامه راه انگیزه بگیرید. در نهایت موفقیت در گلزنی به پایداری و صبر و تلاش مستمر برای بهبود و یادگیری بستگی داره. همونطوری که جود بیلینگام نشون داده، سن شما محدودیت به حساب نمیاد. اگه مشتاق یادگیری و بهبود هستین، میتونید افقهای جدیدی در مهارت‌های فوتبالیتون باز کنید. خب در آخرم ازتون تشکر میکنم که تا اینجا همراه ما بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، حتما اون رو لایک کنید و به دوستاتون معرفی کنید.